بسم الله الرحمن الرحیم همراهان همیشگی و دوستداران برنامه روشنا سلام و عرض ادب چیاله احوال دارین خوب هستین جور و من همیشه از خدای بزرگ صحت سعت و صدمندی برای یک, یک شما عزیزان آرزومند هستم و امید دارم که در پناه خداوند هر جایی که هستین محفوظ باشین خب با برنامه روشنا باز هم همراه شما عزیزان هستیم و بسیار خوش میشیم که با ما در ارتباط باشین از طریق نمبر واتساپی و از طریق فضاهای مجازی میتونین ما را دنبال کنین مثبت 964 780 255 413. حتما با ما در ارتباط باشین اگر سوال دارین مشاوره‌ای دارین درد و دل هر که دارین میتونین با ما در ارتباط باشین ما بسیار خوشحال میشیم اما خواهر ما خانم دکتر سیب خانم رضایی در استودیو هستند هم سلام علیکم میکنیم و خوش آمدید به نام آن هستی نام از او یافت فلک جنبش زمین آرام از او یافت به نام پروردگار دادگر عدل گستر از سلام دارم خدمت شما سرکا خانم. زهوری و همینطور خدمت همه بینندگان محترمی که در این ساعت و در این روز بیننده برنامه هستند و آرزو هستن که انشالله ایام و ساعت و لحظاتی سر و سر از ایمان و امید و عشق به زندگی و علاقه به آنچه که خداوند به اونها عنایت کرده در وجودشان باشه انشالله و در کنار آرزومندی هستیم و خداوند مسئلت میکنیم که همه بلایا و زمینی و آسمانی همه ناخوشی ها همه مسائب و مشکلات و چالش ها از همه بندگان خدا در امه. تمام کره زمین و به خصوص و به صورت ویژه از مردمان مظلوم کشور ما انشالله برداشته بشه و ما شاهد اول امنیت و صلح و آرامش و بعد رشد و توسعه در همه ابعاد اقتصادی، فرهنگی و حتی سیاسی باشیم انشالله و در خدمت شما است بله آرزوی همه ما واقعا همی هست هم. امید داریم و از خدا همیره میخواییم که یک امنیت، یک صلح، یک صفا، یک زندگی پر از آرامش، ایشالده. یک احساس خوب هر کدام از هموطن عزیز ما در هر جایی که هستن انشالله که نصیبشان شود اما عزیزان بیننده احساس خوب آیا شده گاهی وقتا که شما عزیزان احساس خوب در زندگی نداشته باشین؟ گاهی وقتا انسان احساس بیهودگی میکنه با خودش فکر میکنه و میگه که من شاید یک انسان مفید نباشم و شاید بگویه که بیهوده هست زندگی من ولی یه قسم نیست بخاطر از اینکه این ذهنیت منفی را از وجود خودت و از ذهن خودت دور کنی بیا به استعدادها و توانمندیهای خودت فکر کن نباید بگویی که من ندارم حتما در وجود یک یک شما عزیزان استعداد و توانمندی های فراوان وجود دارن بیشین اونا را یک به یک پیدا کو. و او وقت متوجه میشی که چقدر استعدادها و توانمندی های هست که در وجودت هست و خودت خبر ندی و او وقت است که یک احساس خوب و یک حس خوب در وجودت پیدا میشه. و اما شما خواهر خوبم شما احساس خوب دارین حس خوب دارین بله صد درصد امیدوار هستم که هر لحظه از زندگیتان با یک احساسات خوب با یک احساسات پاک شروع شوه و یه احساسات خوب به یک یک اعضای خانواده خودت هدیه بدی خواهر خوبم خانم رضایی میخوایم بگیم که کلا عنوان برنامه ما حسه خوب, بزن خوب, بودن, بودن. بودن و حسی که یک زن این حس در وجود خودش داشته باشه در این مورد ها ما صحبت ها داشتیم شروع کردیم و موضوع امروز برنامه را هم میخوایم که با شما پیش ببریم بسیار عالی همطور که بینندگان عزیز ما در جریان هستن ما در طی چند مرحله برنامه ای که با عنوان حس خوب مم. زن بودن در خدمت دوستان بودیم موضوعات و مطالب و عناوین متفاوتی را بحث کردیم امروز موضوعی رو که انشالله در خدمت شما و همینطور همه بینندگان محترم خواهیم بود سوال و بحث در موردی است که آیا زنان لازم است بله. که موجوداتی خانه نشین و گوشه نشین و یا در حبس باشند مهم. یا نه زنان هم می توانند یا باید حضور فعال و پویا در همه ابعاد اجتماعی داشته باشن در بود اجتماعی در بود فرهنگی در بود علمی در بود اقتصادی و حتی در بود سیاسی سال ساده ترش اگر خواسته باشیم نیست که خب نکته ای است که بسیار بسیار ممکن است این مسئله و این مطلبی که امروز ما در مورد او بحث خواهیم کرد برای بسیاری از عزیزان و دوستان ما خصوصا با ارجمندی که بیننده برنامه هستند قشر تحصیل کرده ای ما و قشر زنان ما که شاغل بودن فعالیت های متفاوت داشتن در سال مختلف اهم از به کارهای فرهنگی کارهای اقتصادی و حتی بحث نظامی انتظامی و سیاسی خب ما در گذشته شاهدی بودیم که تحول بسیار چشمگیری در روی کرده دولت ما نسبت به حضور زنان اتفاق افتاد یک تجربه 20 ساله چشمگیر البته نه اینکه بگیم بسیار موفق بوده بله. ولی خب یک واقعیت است که با توجه به روندی که در طولی 20 سال بوده ما در بسیاری از ابعاد و جوانب حالا ابتدا در سطح قانونگذاری و بعد در منصه ظهور اتفاق افتاد که حضور زنان رو برنامه‌ریزی کردیم برای او طراحی شد از طرف ارگان‌ها و بله بله. نهادهای یعنی دولتی فعالانه فعالانه حضور, فعالان بله. فعالان حضور پیدا عرصه. کردن بله مم. و آمدند و حالایی که آیا به نفع احسن اتفاق افتاد یا نیفتاد قطعا عزیزان ما که بیننده ما هستند هم خودشان بهترین قاضی ها و داورها در این قسمت هستند بدون اقراق می شود و می ما دیدیم و تجربه کردیم که اشکالات زیادی وجود داشت نقص هایی در این زمین اتفاق افتاد افراد ها و تفرید های صورت گرفت ولی به هر حال تجربه ای بود و این تجربه نشان داد که همو نکته کلی که ما عنوانی برای بله برا گذاشتیم احساس خوب بودن و حس خوب داشتن ای که حالا اگر نگیم مثلا درصد نگیریم نگیم که چند درصد اتفاق مثبت بود چند درصد منفی ولی به طور کلی نشان دهنده یا به عبارتی تجلی قضیه بود که زنها هم همان گونه که مردها می توانند و این توانایی رو دارن زنها داره. هم هم توانایی رو دارن چه که ما خب اگر اشاره بکنیم به اشکالات و نقایص جدی ما در بسیاری از مراحل در سطح کلان جامعه دوچار مشکلات بودیم یعنی وقتی که بحث از فساد اداری در افغانستان مطرح می شد قطعا انگوش به سمت خانم ها نمی رفت به طور کلی قاو او جمعیت گسترده ای بود که در ادارات و نهادهای دولتی و حتی بله. غیر دولتی کار میکردن پس بنابراین ببینید ما در یک تجربه 20 ساله نه حالا اتفاق افتاد زمینه ایجاد شد و وارد اجرا شدیم و عمل کردیم در کنار ای که میپذیریم و تاکید میکنیم قطعا نقاط ضعف و نقاط بله. قوت هر دو با هم در کنار هم بودن ولی تجربه ای داریم مبنی بر اینکه دوش ها دوش در کنار هم زن و مرد در جامعه حضور پیدا کنن فعالیت داشته باشن و این فعالیت ها رو هر دو با هم ترکیب بکنن به سمت اینکه انشالله تلاش شود به سمت آبادانی و به سمت استقلال و رشد و توسعه ولی خب در وضعیت هایی که میگن خانم رضایی شاید در باب همین بر حال برداشتن حجاب ها یا ای که بله. سوء استفاده, استفاده, کردن بله. ها بله. حال ما مثلا در تلویزیون ها می دیدم که مثلا ساز آواز هایی که از زنان خوانده می شد اینا نشر می شدن. خب بله. اینها جز افراتی هایی بوده که واقعا ما در جامعه خود ما می دیدیم هرچند بله. که هم رنگ و همراه با جامعه ای ما نبود دیگه ولی خب الگوگیری از غرب یا به حال کشورهای همسایه دیگه که در اطراف بوده اینا باعث شد که به این طریق ایجاد شود در درست. کشور ما خب ببینید حالا من به عبارت به صورت ابتدایی مرفتم رفتم به سراغ به تاریخ عینی ما تاریخ معاصر ما دور نیست ولی اگر یک چند قدم اصولتر هم بریم یعنی شما دارست. نگاه بکنید به پنجاه سال پیش شهست سال پیش ست سال پیش حتی من این میگم که نشانهای تمدن کهن افغانستان که مربوط به چند هزار سال پیش است خب چند وقت پیش تحقیق داشتم در مورد کل تاریخ مثلا افغانستان ما در یک سری به عبارتی میشود گفت که کاوش هایی که در اطراف قندار اتفاق افتاده حدودا 70 80 سال پیش دو تا سردیس یا دو تا به عبارت مجسمه ای از دو بانو مربوط به 3000 خورده ای سال پیش یعنی 3500 سال پیش تمدن کهن است که حالا بعضی ها میگن که حتی قبل از بودا تمدن بودا بوده در افغانستان دلست. و اینا مجسمه ای دو تا بانو است یعنی شما ببینید یعنی ما تمدن ما و پیشینه ما آنگونه برخلاف و چیزی که فکر میکنیم که حالا به فرمایش شما در بسیاری مواردی که به اصطلاح رویکردهای اجتماعی سیاسی بوده یعنی خیلی آمد. وقتها یک وقتهای ما بحث را، کشف هجاب یا رفع هجاب رو داشتیم به عبارتی در مباحث دولتی در تاریخ نچندان دور افغانستان و بعد یک طرفی مثلا ممانعت محض وجود داشته یک افراد و تفرید های در سابقه تاریخ ما ولی واقعیت غیر قابل انکاری بوده که ما در تمدن و در فرهنگ کهن ما به وضوح روشن میبینیم زن در کنار مرد بوده در هر دو با هم بله. و اگر در تاریخ, تاریخ ها... اسماشان سبت بله. هست ما مثلا هست. فرض کنید شما رابعه بلخی رو بله. یا مثلا من در هرات عنوان کسی که در هرات زندگی میکنم من گوهرشاد بیگم رو بله. عبارتی مقبره بانو رو به عنوان یک نمادی از حضور فعال، پویا و مؤثر یک بانو در رأس حاکمیت دید. نه صرفاً به عنوان ملکه، به عنوان همسر مثلا بلد. بلد. سلطان حسین، بلکه به عنوان یک خیری که حتی مثلا خب عزیزان ما که در ایران زندگی میکنن هم مثلا مسجد گوهرشاد نمادی از فعالیت های یک بانوست مم. که حسن استفاده رو کرده چه بسیار منزلگاه ها و استراحتگاه هایی که در طول مثلا مسیرهای متفاوت به دستور ایشان ساخته شده برای که خب ذهنیتی داشت که خب وقتی که مسافری در سفر هست گذشته ها و اندازه حالا رفاه و تسهیلات امکانات برای مسافرت‌ها مسافرت ها نبوده خب ایشون بسیار امورات عام المنفعه مثلا کاروان سران ها, ها رو دستور داده و ساختنش پل ها ساخته مدرسه ها ساخته مم. و از جمله مثلا فرض بگیرید مسجد جامعی که در گوهرشاد مسجد جامع گوهرشادی که در مشهد مقدس در کنار زریه مون بزاس تمام فعالیت بله، ها اینها ما در, ما در تاریخ خودمون مثلا الان ما در هرات ما مکاتب مثلا مکتب مثلا فرض کنید ملکه جلالی رو داریم مکتب مهری هروی اصلا نام این مکتب به عنوان یک بانوس بو بانو. بانو. در این 20 سال اخیر زندگی نکرده بانو معاصر بله. یعنی در هم عصر ما سال 70 80 سال پیش 50 60 سال پیش یا مثلا امثال روبه بلخی بله. ما افراد بسیار برجسته ای رو داریم اگر اگرچه این نکته غیر قابل انکار هست که تعداد بانوان و نسبت به افراد و به عبارتی نخبگانی که در حیطه به عبارتی مردان هست کمتره به خاطر چی به خاطر یک سری امکان امکاناتی که, زیاده م... که, که جامعه به این نحوی که الان در از می شود گفت حالا از اگر که به لحاظ جمعی و به لحاظ جهانی نگاه بکنیم شاید در 150 سال اخیر این حضور به طور جهانی پر تر و چشمگیرتر و پویاتر شده ولی ما ما ایره میگیم که ما در گذشته خودمون چه در 3500 سال پیش چه در 100 یا 200 سال پیش ایره داشتیم که زن و مرد هر دو با هم حالا ای که یکی کم رنگ تر بوده یکی پر رنگ تر بس داره که خب نیاز جامعه چه؟ یا اصلا کلا نگاه جامعه به طور کلی به قشر زن به چگونه بله. بوده منتها ما ممنوعیت محض محرومیت محض و ممانعت نداشتیم نداشتیم بله با وجوده که خیلی از سالها بله. بله. در قدیم دورست. بوده ولی بازم وجود داشتن خب الان پس ببینید این نکته اول آیا ما اگر که روی کرد دینی رو بخوایم نگاه بکنیم و بعد روی کرده فرهنگی و بومی و ملی خودمانه آیا در جامعه ما اولی رو بحث م... ترجیح میدم اول بحث همین فرهنگی رو ادامه بدیم به اتمام برسانیم بعد بریم سراغ روی کرد دینی آیا در جامعه افغانستان در فرهنگ کلان افغانستان و در تمدن و تاریخ افغانستان ممنوعیت محض یا محرومیت یا ممانعت محض داشتیم نه واقعیتی است که نداشتیم می شود به راحتی صفحات تاریخ رو ورق زد ما بسیار کسایی رو داشتیم که حالا شیرزنانی داشتیم که در از ابتدا از مقابله افغانستان و انگلیس از جنگ های پیاپی بله، بله. و بعد در بحث نزدیکتر او در به عبارتی اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی چه مقاومت ها و چه ایثارگری ها از خود نشان دادن یعنی که حضور زنان در عرصه های انتظامی و نظامی به با عنوان یک مجاهد اگر خود مثلا اگر اسلحه به دوش نگرفته در پشت جبهه چه ها که گرفتن بعضی ولی بله، بله. حتی اونهایی هم که اصلا به دست نگرفتن در پشت جبه مقاومت کردن و به عبارت حمایت کردن یاری رساندن, رساندن. یاری بله، رساندن. بله. پس بنابراین ببینید تاکید میکنم که ام. اگر منصف باشیم و اگر نگاه تحقیقی و حقیقت یابانه و واقعیت مدارانه داشته باشیم میبینیم که در فرهنگ و تمدن و تاریخ ما همچی چیزی نیست ای حالا بریم سراغ قسمت دوم که البته حالا تقدم و تاخر و ما به عنوان یک ملتی که شاید ویژگی برجسته کشور ما است که ما مردمی هستیم که بیشتر از 97 98 درصد در کشور ما جمعیت مسلمان است حالا سوال اینجاست که آیا روی کرد دین مبین اسلام به قضیه حضور زن است که در خانه بماند مهم. خب ببینید یک واقعیتی است که حالا ما هر دو جناح رو داریم یعنی یک روی هایی داریم که در اون روی کردها بر اساس برخی تفسیرهایی هایی که از آیات قرآن چون ما در نص سریح آیات قرآن امر و دستور سریح مبنی بر که زن حق خروج از خانه را ندارد نداریم ولی آیاتی داریم که در اونها اشاره شده به بعض برخی یا واژه های آمده که برخی از مفسران عزیز ما چه در به عبارتی مذهب اهل تسنن و چه در مذهب بله. التشیع تفاسیری که ارائه شده مبنی بر است که منظور این کلمه و ای است که بهتر آن است که خانم ها در خانه بمانند یا بعضی ها گفته می شود از این برداشت این گونه می شود که باید حبس بشن حالا یک زمانی ما دو تا تعبیر و تفسیر داریم در مباحث دینی یک کلمه حبس داریم یک کلمه جلوس داریم ام. خب دو تا معنی متفاوت میشه میده در مبا در حالا به خاطری که خیلی تخصصی نشه بس دوستان عزیز ما و بینندگان ما خصوصا بانوان عزیز ما ممکنه که بعضی ها به حوصله بحث های تخصصی نداشته باشن این دو تا واژه معنای متفاوت داره ام. حبس یعنی که کسی شما را حبس کند یعنی نگاه روی کرده به حالتی به اصطلاح میگه آره پدر بیره. از دختر دختر ده خانه حبس کنه آه. یا شوهر زن زن ده خانه حبس کنه ایست. ولی بحثی وقتی جلوس پیش میاد یعنی نشستن یعنی خود او به اختیار خود بشیدن. انتخاب بکند که بشینند یعنی با, با پیست... به یک سری وظایفی که یک زن در داخل خانه دارد بله. این خب نتیجه شیست که او مجبور است در داخل خانه باشد تا ای که به امورات منزل بسرد خب حالا ما در بحث دور روی ها و دیدگاه ها دقیقا متناسب با این دو کلمه یک ادهی از عزیزان و مفسران ما در مباحث روایی و در, بعد در تفسیر برخی از آیات قرآن تاکیدشان بر حبس است یعنی اینکه که نیایا نه، نه بیرون بیرون نه یا مگر در مواقع ضروری و یک ادهی میگن نه مستحب است بهتران است که خانم در خانه بنشیند این دوتا کرد مطابق میگم که ببینید اگر ما بیایم این رو ترکیب بکنیم از به اصطلاح مباحث دینی و اعتقادی خودمان با آنچه امروز در قرن 21 در جهان کنونی که تبدیل به یک دهکده شده است و رابطه ها و به عبارتی امکاناتی که برای تسهیلات و برای ارتباطات فوق العاده گسترده شده آنچنان که گاهی وقتا آدم خودش هم حیران میمانه یعنی گاهی وقتا حتی تصوری که به چه سرعتی و به چه سهولتی امکان برقراری ارتباط است واقعا خارق است برای خود انسان هم بله. شگفت انگیزه از... صنعت و تکنولوژیسته یعنی. خب اگر این دوتا رو با هم ترکیب بکنیم مال سوالی نیست که خواهش ما از عزیزان ما است که خصوصا بانوان عزیزی که طبیعتا در ما یک واقعیت غیر قابل انکاری است که در طول مم. سه هفته چهار هفته گذشته بعد از به عبارتی تغییر نظام و تغییر رژیم یکی از اتفاقات غیر قابل انکاری که افتاده به عبارتی ممانعت کردن ها یا اگر ممانعت نگیم که خیلی تون افراد نشه بگیم که جلوگیری کردن از حضور کلی بانوان در عرصه های مختلفی بوده که قبلا اگرچه مثلا در سطح معارف یا حتی در به عبارتی ارگان های دولتی اعلام شده که زنان حضور پیدا کنن ولی خب متاسفانه از اون مثلا ما در بحث تحصیلات عالی در بحث یک سری موارد دیگه میبینیم که این ممانعت اتفاق افتاده حالا ما بیایم بگیم که اگر قرار باشه من تاکید میکنم ما بیاییم به عبارتی تعبیر و تفاسیر و آیات و تفاسیر آیات و روایاتی رو که در دین داریم برای استفاده کردن از حال زندگی خودمان برای آنچه مم. که چون ما در روایات داریم حلال و محمدین حلال الا یوم القیامه و حرام حرامون حرام یوم القیامه بله. ما این گونه نیست که تعالیم دینی ما فقط برای یک زمان برای یک مکان برای شبه جزیره عربستان اومده باشه یا اگر قائل باشن. به اینیم مم. مم. که اسلام دین خاتم و دین جامع و دین کامله طبیعتا همه دستورات و همه احکام و ضوابطی که در دین داریم باید قابلیت رو داشته باشه که در طول زمان قابلیت رو داشته باشه خب اگر بیایم بگیم که ما دستور به حبس بدیم آیا واقعیتا یعنی یک نگاه کاملا روشن داشته باشیم من به با عنوان یک انسان مسلمان ورای جنسیت زن و مرد بودن ما به عنوان یک مسلمان این را میتونم دفاع کنم که در قرن 21 بگویم زنان اصلا و ابدا حق خروج از خانه را ندارن و به شوهر یک زن گفت بگم که تو وظیفه تیست که زنت در خانه محکم گیری بانی با که بیرون نیه به پدر او هم بگم که هوش کنی که دخترت نیه بیرون آیا اصلا قابل قبوله و این تعبیر بشود به نگاه اسلام این ظلم به اسلامه در حالی که در زمان پیامبر حضرت احسن بر شما. احسن بر فعالیت های اقتصادی فعالیت های اجتماعی همه وقتی که داشت قرار است ما تعبیر و تفسیری از دین داشته باشیم باید به سیره و سنت خود پیامبر اکرم اصحاب بزرگوار و ائمه مسلمین علیهم السلام نگاه کنیم و میامد در مساجد بله اصلا به شما مگر اینکه خدای نکرده خدای نکرده این برداشت بشه که ما بهتر از پیامبر میتوانیم یا بهتر از امام معصوم یا حتی بهتر از صحابه گرانقدر پیامبر قابلیتی مم. رو داریم که بیایم به مثلا احکام رو جاری بکنیم وقتی پیامبر خودشان مثلا در بسیاری از موارد ما در به عبارتی تاریخ اسلام ثبت شده و مضبوط است که حضرت زهرا سلام الله علیها در و حتی مثلا در بحث صلح حدیبیه ام سلمہ همسر پیغمبر حضور داشته یعنی پیامبر در عرصه‌های حتی نظامی و سیاسی و جنگ ها هم دختر و همسر خود رو با خود می برده بله. خب حالا تصور است که آیا کسی که خود او صاحب شریعت هست مم. کسی که خود او احکام رو و قرآن رو برای دقیقاً. مردم آورده بله. برخلاف خلاف آنچه که خدا بود دستور داده عمل میکنه نه. نه ما داریم در وجود نازنین حضرت زهرا انواع رو به عبارت فعالیت های اجتماعی رو حضرت زهرا مخاطبه کرده یعنی گفتگو کرده ما در بله. تاریخ داریم که گفتگوهای بله. سریحی بله خب کرده در یک چارچوب اسلامی اصلا به شما خود شخص حضرت زهرا به عنوان ای که ببینید مشترک است بین همه ادیان و فرقه اسلامی به با عنوان بانویی که محترم و معزز است بله. و ما در بحث تشیع قائل به اسمت حضرت زهرا هستیم ولی خب در مباحث بقیه فرقه ها اگر اسمت رو نمیپذیرن ولی قداست رو و کرامت رو و شأنیت ام. بسیار بسیار, بسیار بالایی رو در مورد حضرت خدیجه سلام الله و در مورد زهرا میپذیرن وقتی حضرت زهرا مخاطبه کرده یعنی گفتگو کرده رسما حضور پیدا کرده بله. وقتی حضرت زهرا مهاجه کرده احتجاج کرده به دنبال حق گرفتن خودش بوده بله. و وقتی حضرت زهرا مجاهده کرده همراه با پیغمبر حضور پیدا کرده چگونه چگونه میتوان بعد تفسیر کرد بگیم که یا علی بالله تاکید میکنم یا اینکه پیغمبر خود نمیدانسته نمی یا اینکه از دختر پیغمبر مثلا مخالف با احکام الهی از هر حرکتی از اگر بگیم خانه به من میگم که ما در ایام ماه محرم و سفر هستیم چندین مورد در برنامه ای رو عرض کردیم خدمت دوستان شاید یکی از بهترین الگوهای انسانی در اسلام و بعد اگر اول باید به با عنوان یک انسان حضرت زینب رو نه به عنوان یک زن بلکه به عنوان یک انسان که بهترین به عبارتی حمایت رو در بدترین شرایط از دین خودش و از اعتقادات خودش انجام داده و اگر بحث انسان در وهله اول به عنوان یک انسان حضرت زینب رو و در وهله دوم به یک عنوان بانویی که در عین حالی که تلخترین واقعی حتی بشری رو به عبارتی پشتیبانی کرده بهترین و عمیقترین و محکمترین حمایت ها رو و به عبارتی دفاع ها رو حضرت زینب بعد از شهادت حضرت زهرا از کرده یعنی یک بهترین زن احسن در شهران و اصلا ببینید الان حضور سخنرانی‌های های حضرت زینب رو شما میتوانید در باب علمی بحث کنید در باب سیاسی در مورد اونها بحث بله کنید در باب اجتماعی در مورد اونها بحث کنید یعنی یک زن توانایی رو داره که در یک شرایط خاصی و فرض بگیرید شکست ظاهری اتفاق افتاده بله همه کشته شدن سرها روی نیزه ها رفته تمسخرها بله اتفاق افتاده و همه دارن میگن که دیدین که خارجی ها به اصطلاح کسانی که بر خلیفه خروج کردن دیدین چه سرنوشتی داشتن آنچنان ببینید دانش حضرت زینب آگاهی حضرت زینب توانمندی حضرت زینب در بروز واق... نشان دادن حقیقی واقعیت اونقدی توانمندی بالاست که بعد از سخنرانی های عزیز از زینب فرق بر میگرده بله، خب چطور میتوان پس وقتی که ما نمونه های روشن و واضحی همطور که شما شده که خدیجه رو دخلی. حتی در آیات و قرآن ما رسما داریم لرجال نصیب و ممکتسب و ولنسا نصیب و ممکتسب نه یعنی به یک معنی غیر مستقیم نشان دهنده است که حالا او اکتساب به دست آوردن میگیم که ایرا اکتساب یعنی به دست آوردن میراث به کسی میرسه میگن که خب منظورش این است که خانم ها از میراث خودشان استفاده کنن آقای نه اکتساب یعنی بره به دست بیاره یعنی خانم حرکت اقتصادی داشته باشه اختصادی. فعالیت اقتصادی داشته گفته شده لرجال نصیب و ممکتسب و اونجوری که به دست ولنسا نصیب و ممکتسب دقیقاً ما در قرآن شما ماجرای حضرت سلیمان و ملکه خب بله این ماجرا را بعد از میان برنامه بریم خانم <applause> از زن بیننده میان برنامه آماده نشر است همچنان بیننده برنامه خودتان باشید <applause> الحسین علیه السلام و نادا هل من زاب بن یزب عن حرم رسول الله صلی الله علیه و آله هل من موحد یخاف الله فینا آیا کسی هست که از حرم رسول خدا دفاع کند آیا مسلمانی هست درباره ما از خدا بترسد بسیار خوشحال هستیم که همراه شما عزیزان همراه و همگام هستیم شما همیشه بیننده برنامه روشنا باشین و اما قبل از اینکه ما میان برنامه بریم در رابطه با موضوعات بسیار خوب و حس خوب زن بودن صحبت هایی داشتیم و ای که برحال آیا زن ها در محیط خانه و زندگی محدود باشند و یا ای که میتونن در عرصه های اجتماعی اقتصادی و حتی سیاسی فعالیت داشته باشند. داستانی را میخواستن عنوان کنن که ما میان برنامه تقدیم شما از کنیم خب خانم روزی من اشاره داشتم فقط از بابی که داریم نقد به عبارتی الله نقد که نمیشود گفت که توصیف میکنیم یا حتی یک از... که در مورد روی کرد دین در مورد زنان است که آیا نگاه کلی دین اسلام نسبت به زنان خب وقتی شما در قرآن سوره رو به عنوان سرع دارید یا سباب به اصطلاح و ملکه سباب و رابطه او و کیفیت مواجهه او و گفتگوهای او با حضرت سلیمان رو و اینکه این بانو یک بانوی به اصطلاح بسیار حکیم یعنی در برخوردی که با حضرت سلیمان داره و گفتگویی که با مشاوران و وزیران خودش داره بعد از رسیدن نامی حضرت سلیمان میگه خب به نظر شما ما چه کنیم اونا میگن ما که آماده ایم و قدرتمندیم و فلان و بعد داریم که حالا در بعض موارد گفته شده که مثلا وزیرو و بعد خود این بانو میگه که من یک پیشنهاد دیگری دارم من پیشنهاد میدم که مثلا برای او هدایا و میفرستیم ببینیم روی کرده او چیست نسبت به قضیه ببینید وقتی قرآن داره این داستان رو توصیف میکنه آه. به یک معنا روی کرده کلی دین مبین اسلام هم هست وقتی شما دارم تاکید میکنیم داستانه کیفیت برخورد ملکه ای سوا با حضرت سلیمان رو دارید مم. به یک معنی غیر مستقیم دارید به عبارتی ارزه میدارید او توانمندی و او استعداد رو حالا در بحث ما با ما که آیا در بحث رهبری کلیت جامعه مطرح است که آیا زن میتواند مثلا رهبر باشد یا نباشد و وایسی که الان نداری برنامه می و نه جایگاه است اگر قرار باشه بررسی بکنیم رسما و واضح و خیلی نه حالت شعاری است به واقعیت ما میبینیم که نگاه کلیت دین مبین اسلام نسبت بزن به عنوان یک انسان و یک موجودی است که میتواند نقش آفرین گذار و در این حال تأثیر پذیر باشه همان گونه که مرد اینجور گونه است. پس بنابراین اگر به طور کلی جنبندی بکنیم نگاه کلی اسلام حالا دقل به برداشت ما که نگاه اسلام در مورد حضور زن نگاه مباهگونه است یعنی مجاز است منتها گاهی موارد ممکن است این مجاز بودن تبدیل بشود به ممنوعیت گاهی موارد هم ممکن است این مجاز بودن تبدیل بشود به وجوب دست. یعنی دو بعدی است در اصل قضیه کاملا مباهی حالت جایز داره کی ممکن است که ممانعت قطعی باشه زمانی که واقعا امکانی وجود داره که این رفت و آمدها به عبارتی نشست و برخواست ها این گفتگوهای با جنس آه. مخالف واقعا منجر به فساد بشود کما اینکه ما یا در با روحیه با... یا او با روحیه نباشه، یا با روی او سازگار نباشه یا خدای نکرده کسی قصد سوء استفاده کردن باشه حالا اگر زن خودش به معنای واقعی پاکه ممکن دیگران مم. اما در کنار او کی حالت وجود پیدا میکنه زمانی که هدف و قرض و الزام داشته باشه برای حضور زنان یک سوال جدی میپرسم و مخاطب ما همه عزیزان نیست که ای در این مدت زمان کوتاه واقعا دچار یک سرگشتگی شدن بعضی بسیار ناامید شدن بعضی یک حالتی رو گرفتن که خب باید پذیرفت نه من دارم میگم که آیا ممکن است در قرن 21 زمانی که اطلاعات و اصلا پیشرفت و نگاه کلان به جامعه انسانی به جامعه انسانی انقدر متحول شده شما نیمی از جامعه رو نه به لحاظ جمعیت بلکه بیشتر از نیمی از جامعه رو به لحاظ تاثیر گذاری به لحاظ تربیت آه. به لحاظ نفوذ و به لحاظ تاثیر به طور کلی ممانعت به خرج بدی و بگی شما در یک گوشه بشینید کار نکنید بیرون نیایید که مثلا در امان باشید و از طرفی ممکن است که شما بیرون برایید و باعث فساد بشوید سوال من میگم که خب حالا اینا بیرون نیاین خب جامعه اینا که به عنوان یک انسان که حق حقوق ابتدایی انسانی و خوراک و پوشاک و مسکن و که زیر سوال نمیره امید. بعد برای برطرف کردن نیازهای اونها این زنها باز باید مراجعه کنن به مرد خب اینکه فسادش, ای فسادش بسیار بسیار چی فرق فسادش بسیار تر است از طرفی الان مثلا ما یک زمانی خب به هر در دوره های قبلی یادم هست که مکاتب بسته مثلا تمام فعالیت هایی که خانم ها میکردن حضور ما. خب بعد یه واقعیت است که الان ما که نمیتونیم نیازهای اینا رو از بین ببریم نیازها مم. بسیاری از اونها ذاتی و سرشتی و غریزی است مثلا نیاز به درمان در مورد یک بانو یا مثلا به نیاز به یک زیبایی نی مثلا فرض کنید که حتی متاسفانه ما 20 چند سال پیش بس نظافت مثلا ما در وضعیتی نبودیم که در افغانستان امکان مثلا استفاده کردن از حمام های خصوصی داخل خانه بود و دقیقا یادم است که اون زمان حتی حمام های عمومی بسته شده بود اصلا هیچ یعنی مثل می ایم میماند که مخالفت جدی با انسانیت یک فرد اتفاق بیفته آه. حقوق انسانی او از او گرفته بشه و اصلا قابل پذیرش نیست آه. یعنی 100 سال پیش هم قابل پذیرش نبود الان در قرن 21 در اوج به or at حتی می شود گفت که به عرضه حقوق بشر در دنیای امروزی بله. که حتی حالا که ما جریان های فمینیستی رو به یک گوشه بگذاریم مم. بگیم ما اصلا روی کرده ما فمینیستی نیست ولی اتفاق بدی که میفته زمانی که این محدودیت ها این حبس شدن ها و این ممانت ها بر مبنا و به اسم اسلام تمام بشه اتفاقی که میفته اینه که وزنه و به اصطلاح ببخشید او تمایل و نگرش ها و علاقه به سمت فمینیست افراطی بیشتر میشه ببینید وقتی شما یکی رو به طور کلی از حقوق اولی انسانی و او محروم کنید آنچه که اتفاق میفته اینه که این اتفاق بر مبنای چه اتفاق افتاده به, به, نام اسلام و به نام نگاه اسلام و حکم اسلامی و بعد به صورت اون ای ما الان در شرایط فعلی داریم میبینیم که به خاطر اپیدمی کرونا کمتر از دو سالی که اتفاق افتاده ولی میزان استرس ها و افسردگی ها در بسیار از کشورهای اروپایی و آمریکایی اختلافات خانوادگی تشنج ها بله و چالش بله ها زیاد شده بله خب پس وقتی موقتی در خانه ماندن اینقدر آسیب میزنه طبیعتا اگر حالت اجبار حال اونا میدونن به خاطر سلامتی خودشان واسه جلوس است بله میگه در خانه بمانید به خاطر که بیرون بیرون نشید که مریض میشید ولی زمانی که بگه در خانه بمانید حق بیرون آمدن نداری چون اسلام گفته اتفاقی که میفته اینه که وزنه اعتقادات و باورهای دینی سوسن در مورد جوان خصوصا در مورد قشن به شدت تمام کاهش پیدا میکنه و این به ضرر دین و به ضرر احکام و به ضرر باورهای اعتقادی است و قطعا وزنه به سمت چی بالا میره به سمت روی کارت های افراطی که متاسفانه زن رو به عنوان ابزار یعنی شعارهایی داده می شود رها کنید فرار کنید مثلا مخالفت بکنید و و و هزار تا چیز دیگه متا واقعا هدف اونا قصد و قرض اونا به معنای واقعی کلمه حمایت کردن و نجات دادن و آزادی بخشی نیست نگاه نگاه سوری نگاه ظاهری و متاسفانه نگاه حالت مسکنی دارن ما میخوان فقط برای یه موقت در درمان بشه و حالا که ما دینی داریم تاکید میکنم که بر مبنای و باورها و اعتقادات ما این دین انقدر بنیان او قوی است که میت. می تواند تا پایان جهان بله. حرفی برای گفتن مم. داشته باشد که هیچ ادعای دین خاتمیت یعنی قابلیت این رو دارد اسلام که احکام و قوانین و دستورات مم. او بین و سراسری بشه پس با تینت و سرشت و نیازهای انسان ها به صورت کامل هماهنگی داره مم. و حالا که این قضیه با هیچ به هیچ عنوان هماهنگی ندارد که هیچ در تضاده یعنی ما نمیتوانیم به طور و کل و نباید یه اتفاق بیفته که مم. ما بیایم بگیم که شرایط به گونه است که خب ما الزام ای رو میبینیم که از خانه بر نایه. یا از دستور اسلام یک مثال ساده ترش میزنم ببینید ما در یک جزیره نیستیم که دور دوربرمان هیچی نباشه فقط مثلا چگونه و توصیف کرد و توضیح داد و ایرت به عبارتی تبیین کرد که آیا فقط ایگونه نگاه کردن فقط و فقط منحصر به کشور ماست یعنی دی اسلامی است که فقط منحصر به کشور ماست ما حداقل شاید نزدیک به اگر حکومت اسلامی کمتر باشه کشورهایی مم. که در اون مسلمان هست تقریبا در اقسانوقات جهان الان مسلمان هست مم. حالا بیاین محدود کنیم حالا ما آمار در نشون ندارم ولی شما فرض بگیرید که سی کشور مسلمان داریم دارای حاکمیت اسلامی در بین 200 خورده کشور که ما در جهان داریم مم. اگر حداقل سی کشور مسلمان داشته باشیم که حاکمیت اونها اسلامی است چگونه میتوان مشابه و معادلی برای اون چیزی که امروز در کشور ما اتفاق میفته پیدا کرد ما نداریم میرو نداریم مدل نداریم, نداریم. هیچ جای بله. و خب این سوالی است که پس بنابراین یک به عبارتی می شود گاهی وقتا که برداشت و یا تفسیر شخصی ممکن است باشد و اگر خدا باز. مشکل مشکل و اگری برداشت و تفسیر یا حتی نوع خاصی از حکومت ام. نوع خاصی از اقتدار و نوع خاصی از قدرت باشه زمانی که به نام اسلام و با عنوان اسلام از استفاده میشه متاسفانه بدترین و بیشترین آسیبی که میزنه به باورها و اعتقادات اسلامی است و اگری باورها و اعتقادات برای بیشتر از نیمی از جامعه دوچار انحراف بشه دوچار چالش بشه و خدای نکرده تضعیف بشه اتفاقی میفته اینی که ما در آینده نسل مسلمان باورمند شاید بپذیرن شاید به اجبار قبول بکنن ولی باورهای دینی نسل آینده رو چرا چون مادران اونها خواهران اونها و همسران اونها آدمهای باورمند نیستن چرا چون یک سری بر اساس یک سری باورها بله بله. و به عبارتی اعتقادات اجباری بلایی بر سر اونها اومده که اونها را تا از خودشان هم زده کرده، از زندگی زده انت. کرد و نه تنها اون موضوع موضوعی که علاوه روحی و چهار مشکلات بله. میشن و چاره های روانی میشن بله. و چه بسا در تربیت فرزندان و همتوش. دیگه کلا موضوعاتی ایجاد میشه در درون خانه که دیگه رفت کردن از اونها بسیار میتونه سخت مشکل باشه حدود 4 5 دقیقه فرصت داریم خانم یه جنبندی ما خدمت دوستان عزیزان ارائه کنم تاکید میکنم ببینید نگاه کلی که در دین هست با توجه به اینکه در ما سراحتا در هیچ کدام از آیات و قرآن واژه یا دستوری مبنی بر ماندن و به عبارتی مم. یا محرومیت و ممنوعیت حضور زنان نداریم بلکه در مقابل ما داستان ها و به عبارتی و تا آیاتی رو که خدمت عزیزان تلاوت کردم داریم در مورد اینکه نگاه کلی اسلام مبنی بر که زن هم می تواند مانند مرد داره ام. ما ببینید یکی دو مورد ما در آیاتی داریم مثلا در آیه 33 سی سی سوره مبارکه احزاب که دستور داده شده و قرن فی بیوت کن ولا نتبرج الولا. خب ای و لا تبرج نه تبرج لولا خوب ببینید بحثی است که این آیه مستقیما و صراحتا منظور به همسران پیغمبر هست و دستور صریح داده شده که در منزل بمانید بعضی از مفسرین گفتن که نه حالت عام داره و حالت شمول داره ولی در کنار او وقتی ما یک بحث خیلی واضحی است که وقتی که ما در اسلام اصل ضروری به عنوان هجاب داریم هجاب و پوشش مال خانکی نیست بله اصلا اگر کسی یک نگاه خیلی ساده به طبیعی داشته باشه مفهوم حجاب یعنی دیدگاه اسلامی است که زن بیرون براید حضور داشته باشد یعنی و این حضور با از... یک ویژگی خاص باشه آه. پس برای شما نمی توانید تعبیر رو اگر که قرار از هجاب رو اصلا کلا برمان یک اصل دینی که همه میپذیرن این جایی برای بحث ندار. معنی هجاب و پوشش چه کسی گفته شده در اون خانه خود پوشش لزومی نداره اصلا معنی پیدا نمیکنه پس وقتی ما هجاب رو به عنوان یک اصل ضروری دین در همه ابعاد در همه مذاهب و فرقه ها میپذیریم و قبول داریم حجاب یعنی زمانی که خانم از خانه برآمده باشد منتها نکته مهمی است که بله من اینو تاکید میکنم ای جایز بودن مثل مرد جایز بودن یک زمانی ممکن است واقعا حرام باشد یک زمانی ممکن است واجب باشد حضور پیدا کردن و خروج بستگی به داره که شرایطی خانم هدف این خانم برای خروج و نیاز او برای چیست به چه قصدی مم. به چه دلیلی به چه عنوانی و برای انجام دادن چه کاری خارج میشه اگر خدای نکرده خروج این خانم خللی در روابط زن و شوی ایجاد میکنه خللی یا دچار انحرافی در مباحث تربیتی ایجاد میکنه مم. آیات قرآن گفته در نص های آیات قرآن داریم که ما برای سکینه و ایجاد و آرامش در زندگی شما دو نفر رو کنار هم مم. قرار دادیم اگر خروج خانم از خانه باعث برهم زدن آرامش خانه میشد اینجا مم. که خب درست نیست اما کما اینکه در مباحث فقهی داریم که حرام است در بعضی از موارد مثلا در آیات اعزام به مراجعه تقلید داریم که در بعضی موارد گفتن تاکید کردن که حرام است رو نباید بکنه اما اما در کنار او در بعض موارد وجوب پیدا میکنه کما اینکه ما در مثلا همین حالا در بسیاری از موارد ما در انقلاب اسلامی ایران داریم که حضرت امام رحمت الله علیه زمانی که در تبعید بودن دستور صریح میدادن خانم ها هم حضور پیدا کنند در تظاهرات خانم ها هم پای صندوق های رای بیایند و حتما رای بدن خانم ها هم به مجلس و پارلمان راه پیدا بکنن پس بنابراین ببینید اینجا بس وجوبه یعنی باید آنقدر به رشد پس بنابراین بباید. اگر قراره که یک خانم به عنوان نماینده پارلمان چوکی رو احتر... به قول معروف به دست بگیره و استفاده کنه از این چوکی باید شایستگی رو داشته باشه و این شایستگی امکان نداره مگر که تجربه به دست بیاره این تجربه مم. از کجا خواهند آمد این خانم باید تحصیل کرده باشه این خانم باید سواد اجتماعی داشته باشه این خانم باید شعور سیاسی داشته باشه مم. که بعد به عنوان نماینده پارلمان وقتی روی چوکی نشسته از حق عموم مملکت خودش از حق مردم خودش دفاع بکنه چه زن مم. باشن چه مرد فلذا در یک جنبندی کلی داریم من کلی میست که ببینید اگر منصفانه و حقیقت مدارانه و واقعا بر مبنای آن چیزی که در جهان حاضر هست ما نگاه کنیم چه به لحاظ تاریخی فرهنگی و تمدنی و چه به لحاظ دینی و اعتقادی و باورمندی بحث گوشه نشینی در عصر حاضر برای زن معنی پیدا نمیکنه ولی کن باز هم تاکید میکنم حضور پیدا کردن با هدف با هدف حضور پیدا کردن بر و قطعا چون آه. ما گفتیم دیگه اصل حجاب رو در دین به هیچ عنوان شما نمیتوانید هیچ کسی نمیتواند منکر هجاب حجاب بشه و حجاب یعنی حضور زن در یک چوکات خاص در یک شرایط خاص و بر اساس یک ویژگی های تعیین شده و تعریف شده که خب باز در آیات قرآن هم داریم ویژگی ها رو و در روایات هم داریم ان که خداوند به ما توفیق رو بده که اسلام رو درست و شفاف و واضح و دقیق بشناسیم معرفت ما نسبت به دین ما کامل باشه خدای نکرده نشیم تفسیر و آیه قرآن که آمن و به بعض و نکف... ن... و به بعض و نکفر و به بعض ام. در بسیار از موارد متاسفانه افرادهایی که به عنوان راند. دین اتفاق میفته که ما متوسل میشیم فقط انگوش میذاریم رو یک سری آیات یک سری نگاه های شخصی که نسبت به تفاسیر آیات قرآن داریم از کلیت چارچوب نظام خارج میشیم ان خدا به ما توفیق بده که اسلام رو بشناسیم و اسلام رو به نحو و شایسته ای بر مبنای اینکه اسلام دینی است که می‌خواهد دایه جهانی و دارد دایه جهانی اسلام دین خاتمه و قرار است بماند که انشاالله ما متصل بشیم به ظهور منجی قرار است کسی بیاید که عالم رو پر از عدل و داد کند پس از آن که پر از ظلم و جور شده باشد و این زمین سازی زمانی اتفاق می‌افته که منتظران اون منجی موعود باشند و منتظران منجی موعود باید باورمند باشند و ما داریم در روایات ما که تعداد قابل توجهی حالا گفته میشه 51 نفر از اونها بانوان هستند وقتی که قرار است منجی موعود مصلح بانویی باشد دلی. که در قالب یک به عبارتی مدافع تمام عیار در اختیار امام زمان قرار بگیره به عنوان یک سرباز خیلی می شود خودش هم یک احسن بر شما است که تصور بکنیم که گوشه نشینی مست داشته باشه آه. یا ممانعت داشته باشه برای ادراک بهتر برای شعور و برای حضور پررنگتر قطعا نیاز به به عبارت حضور هست منتها تاکید میکنم حضور هوشمندانه حضور آگاهانه ام. و حضوری که متناسب و خدای نکرده متناسب با نیازهای نیاز جامعه جامعه و باورها ام. و اعتقادات ما باشه و خدای نکرده مغایر یا متضاد با اونها نباشه بسیار علی خب تشکر میکنیم خانم رضایی و باشید. امیدوار هستیم که به واقعیت همه مسائل مشکلات و سختی هایی که در جامعه ما هست همه گی رفع شوند و مردم جامعه ما به خصوص زنان جامعه ما بتونن این حس خوب زن بودن در کشور خود ما انشالله. احساس کنن و بهترین زندگی در لحظه لحظات زندگی خودشان واقعا احساس کنند هرچند خب سختی و مشکلات وجود داره ولی خب برطرف میشه و باز هم انشالله امنیت و مسائل های روحی و روانی که یک احساس خوب زن بودن برای یک یک شما از زن دست بتره حتما باز هم به دست خواهید دارد البته توکل ما به خدای بزرگ باشه و همچنین با اهداف و توانمندی های بسیار خوب خوبه که در وجود ما داریم اونها را باید پیدا کنیم و حال با وجود آنها پیش ببریم خب زنده باشین تشکر از صحبت و از حضورتان یک جان تشکر خب عزیزان بیننده از شما هم جان سپاس و تشکر قدانی میکنیم و از حضور یکی یک که شما عزیزان خدافیزی میکنیم خداوند یارا نگهدار همه شما و التماس دعا داریم عزیزان به خاطر که به لحظات ملکوتی از آن به وقت کابل هم نزدیک میشیم خدا نگهدار